این هفته نمایشگاه سی اس، اما مجازی. استودیوی تلویزیونی، اما توی جعبه. و مرغ متصل، اما عروسکی. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. همونطور که در برنامه پیشین گفتیم، نمایشگاه سی اس امسال به طور آنلاین برگزار شد و راستش رو بخواید خیلی چنگی به دل نمیزد و تجربه خارق العاده ای به حساب نمی اومد، اما من این بخت و اقبال رو داشتم که با چند تا از دم و دستگاه ها و گجت هاشون کار کنم از نزدیک و اونا رو نشونتون بدم. با وقت زیادی که این روزها هممون توی خونه میگذرونیم، زیاد تعجب آور نیست که ببینیم فناوری بهتر کردن زندگی توی خونه مرکز توجه شرکت‌های فناوریه. پارسال فناوری‌های جدید زیادی برای خوابیدن پیدا کردیم. کار بیشترشون نه فقط رصد خواب، بلکه برای بهتر شدن کیفیت خوابیدن بود. اما شاید به جای هدفون‌های گرون و خاص و فناوری‌های پوشیدنی دیگه باید رفت به سراغ یک بالش واقعی و چاره رو در اون جستجو کرد. اسم این بالش تعاملی هوشمند هست دوزی کوزی. خیلی سنگینه و با توجه به ابعاد و شکلش که مکعبیه، خود صنعتی و مکانیکی به نظر میرسه، به خصوص اینکه تمام شب بایستی به برق وصل باشه. ایدش اینه که بتونه با توجه به شیوه خوابیدنتون که مثلا به پهلو دمره یا تاق بازه، بتونه ارتفاعش رو تنظیم کنه و ضخامتش رو تغییر بده. فقط کافیه که این وسیله کوچیک رو تمام شب یه جایی دور و بر کمرتون بپوشید. هر چند بالش رو طوری طراحی میکنن که آدم بتونه راحت روش بخوابه، اما این یکی به نظرم بیش از حد مکعبی طراحی شده. از نظر تئوری قرار بوده طوری باشه که ارتفاعش تنظیم بشه، خب به این طراحی رسیدن. اما برای منی که دوست دارم مثلا هر از گاهی دستمو بذارم زیر بالش یا بالش رو بغل کنم، این یکی نمیشه. این بالش میتونه نویز سفید و موسیقی پخش کنه که کمک کنه شما راحت تر بخوابید. اما اینطور که من امتحانش کردم، در پایین ترین درجه پخش موسیقی هم باز میتونه برای نفر بغل دستی قابل شنیدن باشه، به خصوص در سکوت شب که صداها بهتر هم به گوش میرسند. اما خب اگه شما تنها میخوابید قاعدتا مشکلی نیست. اگه مثل من نمیتونید وجود یک عالم سیم رو دور بر خودتون تحمل کنید، نظرتون درباره این شارژر بی سیم چیه؟ این شارژر رو میشه زیر میز تعبیه کرد تا وقتی که دستگاهتون رو میذارید روی میز شارژ بشه. ضخامت سطحی که این شارژر رو زیرش نصب میکنید باید کمتر از 2.5 سانتی متر باشه، اما میتونید اون رو هر جایی که میخواید نصب کنید، مثلا توی آشپزخونه. میزون کردن جای گوشی با شارژر مثل گشتن دنبال یک سوزن توی انبار کاه خیلی طول کشید، اما بعد از یک ساعت بالاخره اون نقطه طلایی رو پیدا کردیم. ولی بعدش استفاده از شارژر خیلی ساده بود و لازم نبود جای گوشی خیلی دقیق باشه. البته برای استفاده از این شارژر باید گوشیتون امکان شارژ بی سیم داشته باشه و این شارژر هم فعلا فقط با آیفون های جدید کار میکنه، اونم روی سطحی که ضخامتش کمه. بنابراین ممکنه همه اعضای خانواده نتونن از این شارژر بی سیم استفاده کنن. اینا رو داشته باشید تا دوباره به نمایشگاه سی اس برگردیم. از وقتی که همه‌گیری ویروس و کرونا شروع شده، بسیاری از مردم از توی خونه کار میکنن و این شامل بعضی از تهیه کننده ها و مجری ها هم میشه. اونا مجبورن توی خونه بمونن و از خودشون فیلم بگیرن. اما چی میشد اگر یک وسیله وجود میداشت که میشد از توی خونه مستقیم به گالری یا همون اتاق فرمان وصل بشن و برنامهشون رو اجرا کنن؟ شاید این وسیله وجود داشته باشه. اسمش هست Crew in a Box. Crew in a Box که اینجا یعنی گروه فیلمبرداری در یک جعبه، یک استودیوی تلویزیونی پیشرفته توی یک جعبه است که به محض راه اندازی میشه از راه دور هدایتش کرد. در جعبه رو که بردارید یه دوربین 6K میبینید، یه اتوکیو برای نمایش متن خبر،
3 تا صفحه نور LED و 2 تا میکروفون. همین که بدونید باید چی و به چی وصل کنید و راش بندازید، میتونید از راه دور به یک گروه تولید وصل بشید. آیرا روزنزوی، کارگردان جایزه برده‌ای که وقتی فهمید کار تولید تلویزیونی ممکنه به خاطر همه‌گیری ویروس مختل بشه، بهار پارسال همراه با 3 چهره هالیوودی حرفه‌ای دیگه شرکت تولید این دستگاه رو تأسیس کردند. فکر کنم 17 ماه مارس پارسال بود. به نظرم همون روزی بود که فهمیدیم قرار لس آنجلس قرنطینه بشه. مثل خیلی دیگه که تو این حرفه هستن، از تصور این که کی دوباره میتونیم برگردیم سر کار وحشت کردم. اولین تماسم با دالاس بود. دالاس استرلینگ خیلی فیلمبردار خلاقی و من باهاش کار کردم. اون تو ساخت چیزای جدید خیلی کارش درسته. من ازش خواستم باهام همکاری کنه. فکر میکنم 2 ماه بعدش بود که دالاس نمونه اولیه رو تو گاراژ خونش ساخت. افراد همین که دستگاه رو دریافت میکنن و میزننش به برق، فوراً از راه دور و از راه اینترنت وصل میشه به تیم اپراتور و اونا میتونن هدایت همه بخشای جعبه رو در دست بگیرن. خارج از آمریکا باید با وای فای به اپراتور وصل بشید، اما همین که راش انداختید دیگه لازم نیست به چیزی فکر کنید. با خیال راحت بشینید و جلوی دوربین حرف بزنید. خب این خاموشه و حالا روشنه. مواظب چشمات باش. میخوام تا آخرین حد روشنش کنم. بفهم این آخرشه. میزان سردی و گرمی نور صحنه هم دست منه. این آخرین حد نورپردازی سرده. اینم حد اکثر گرمی. این دستگاه قیمت چشمگیری مدل 55,000 دلار داره. اما هدف از تولیدش بیشتر اجاره دادنشه و قیمتش واقعا بالاست. فعلا فقط برای فیلم برداری ثابت ازش استفاده می کنند. این باعث میشه موارد استفاده از این دستگاه محدود بشه. این هفته بنیانگذار آمازون جف بزوس اعلام کرد به زودی از مقامش به عنوان مدیر عامل این شرکت کنار خواهد رفت. قرار است اندی جی سی، مدیر خدمات رایانش ابری یا کلاود کامپیوتینگ آمازون، جای او رو بگیره. این کنارگیری غیرمنتظره در اوج موفقیت آمازون در بازارهای مالی اتفاق میافته. آخرین نمونه آزمایشی سفینه شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک بعد از پرواز موفقیت آمیز حین بازگشت و در آخرین مراحل پیش از فرود منفجر شد. مهندسین این پروژه گفتند به رغم از دست دادن سفینه SN9، این پرواز آزمایشی داده‌های ارزشمندی در اختیارشون گذاشته. و 60,000 حساب کاربری بازی کال آف دیوتی وارزون به خاطر تقلب بسته شد. اکتیویژن ناشر این بازی گفته در پی درخواست کاربرا نرم افزار ضد تقلبش رو بهبود داده. منتقدین از حجم زیاد هکرها در این بازی شکایت دارن. چراغ‌های راهنمایی رانندگی مجهز به هوش مصنوعی در استرالیا به زودی بروز خواهند شد. به جای ارسال جریمه به خاطر استفاده از گوشی حین رانندگی، قرار روی نمایشگرهای کنار جاده به رانندگان اخطار داده بشه. در حال حاضر، رانندگان تا زمان دریافت جریمه متوجه تشخیص جرمشون توسط دوربین نمیشن. محققین در سوئیس هم یک سیستم بینایی کامپیوتری طراحی کردند که به موتورسوارها امکان میده سر پیچ به شکل امن‌تری خم بشن. این سیستم با استفاده از یک دوربین و نمایشگر مناسب‌ترین مسیر و سرعت برای عبور از پیچ جاده رو محاسبه میکنه. و در آخر محبوب‌ترین یا برای بعضی منفورترین سگ ربات در دنیا بروز شد. سپات ساخت بوستون داینامیکس حالا به بازوی مجهز شده تا بتونه وظایف بیشتری انجام بده. توی دنیایی که فعلا کسی نمیخواد به هر چیزی دست بزنه، تعجبی نداره که همه ترجیح بدن پرداختاشون رو با کارت اعتباری بی تماس انجام بدن، بدون هیچ تماسی. کارتتون رو میزنید به پایانه پرداخت و تراکنش انجام میشه. سامانه پرداخت بی تماس از تراشه های NFC استفاده میکنه.
این تراشه تماس با برد کوتاه رو امکان پذیر میکنه و اون رو میشه توی کارت‌های اعتباری، گوشی‌های همراه یا ساعت‌های هوشمند دید. این پردازنده رو میشه هر جایی کار گذاشت، از هدفون گرفته تا رژ لب و عروسک مرغ. شرکت تپی که تراشه‌های بی‌تماس تولید می‌کنه در همکاری با شرکت مسترکارد تراشه‌های پرداخت بی‌تماس رو توی چیزهای مثل انگشتر یا بند ساعت جاسازی کرده. اما چرا شما باید دلتون بخواد تراشه‌های پرداخت رو توی چیزی غیر از یک کارت اعتباری کوچیک و نازک داشته باشید؟ بذارید اینجوری بگم. شما در حال خرید مواد غذایی هستید و چیزهای زیادی خریدید و دستتون بنده. ناچارید کیف پول یا گوشیتون رو در بیارید تا باهاش پرداخت کنید. احساس میکنید که گاهی این کار شدنی نیست. اگه تراشه رو روی موچتون داشته باشید، پرداخت راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه. اول باید تراشه اون کارت اعتباری رو که میخواید باهاش پرداخت کنید، مرتبط کنید. و بعد با استفاده از اپلیکیشن مربوطه تنظیمات ایمنی رو انجام بدید. از اینجا به بعد این تراشه پرداخت درست مثل یک کارت اعتباری بی‌تماس عمل می‌کنه. میتونید با استفاده از اپ تراشه‌های پرداخت روی وسایلتون رو فعال و غیر فعال کنید. توی نمایشگاه CS همیشه میشه چیزهای عجیب و غریب و شگفت‌انگیزی پیدا کرد. بریم ببینیم حاصل پرسه‌زنی‌های امسال همکارمون عمر مهتاب چیه. رفته سراغ فناوری‌های پوشیدنی. در نمایشگاه CES چند تای وسیله بود که کاربرد اصلیشون اینه که بهتون کمک کنن تا از دست زدن به چیزای مختلف پرهیز کنید. دستگاهی مثل کامپیوتر، نمایشگرهای لمسی، تلفن و چیزایی از این قبیل. اول بذارید نگاهی بندازیم به این دستبند شرکت کولسو. این حسگر زیستی یا بیولوژیکی حرکت عضلات رو تشخیص میده و با حرکت دادن دستتون میتونین لپتاپ، گوشی یا تبلتی رو که با بلوتوث بهش وصلین کنترل کنین. مثل این میمونه که دارین از نیروی دستتون استفاده میکنین. وقت میبره تا بهش عادت کنین. گاهی هدایتش کمی سخته، اما وقتی بهش عادت کنین چیز به درد بخوریه. برای استفاده عمومی از یه دستگاه، بازی یا گیم، هدایت ربات و حرکت دادن پروتزهای مصنوعی در جهت توانبخشی افراد با قطع عضو مفیده. بریم سراغ بعدی. این حلقه تولید شرکت آرک اکس برای استفاده در ورزش و بدنسازی. شما به جای اینکه گوشیتون رو در بیارین میتونین با این حلقه کنترلش کنین. اینو میندازم تو انگشتم و میتونم آهنگی که میخوام رو برای گوش دادن انتخاب کنم یا صداش رو بالا و پایین ببرم. میتونم وسط ورزش کردن تماس بگیرم، بعد تمرین رو شروع کنم و بزنم آهنگ بعدی. حتی وقتی دارم شنا میرم هم میتونم موسیقی گوش کنم. خب بسه. راستشو بخواین این برای هر ورزشی خوب نیست. منظورم اینه که وقتی دارم از دمبل استفاده میکنم این حلقه میخوره به این کناره‌ها و اذیت میکنه. مشکل دیگه اینه که چون با بلوتوث به گوشی وصله، اگه گوشی رو بذارین توی کمد رختکن و باشگاه هم بزرگ باشه و برای ورزش دور بشین، ارتباطش با گوشیتون قطع میشه. اما تا وقتی که ارتباطش برقراره واقعا خوب کار میکنه. اینا برای استفاده از وسایل شخصی بود. پس وسایل عمومی مثل نمایشگرهای لمسی چی؟ راهی هست که به اونا دست نزنین؟ اینجاست که اولترالیپ به کارتون میاد. اپلیکیشن تاچ فریش این امکان رو فراهم میکنه که نمایشگرهای لمسی غیر لمسی بشن. یه دوربین و حسگر حرکتی حرکت دست‌ها رو شناسایی و ردیابی میکنه. در داخل دستگاه اولترالیپ بلنگوهای اولتراسونیکی تعبیه شدن که امکان بازخورد لمسی رو فراهم میکنن تا واکنش صفحه به حرکت دستتون رو احساس کنید. این بلنگوها امواج صوتی منتشر میکنن که روی نقاط خاصی از انگشتای شما فشار وارد بشه و این احساس رو ایجاد کنه که انگار دارین واقعا نمایشگر رو لمس میکنین. خب اینم چند تا وسیله پوشیدنی از نمایشگاه CES. با شرایطی که این روزا دنیا باهاش روبروه، این وسایل به نظر خیلی مفید میان. اما اگه به ورزش بیشتر علاقمند هستید، گزارشگر ما کودی گودوین چند وسیله هوشمند ورزشی دیگر رو امتحان کرد.
این چوب کریکت دقیقاً هم اندازه و هم وزن چوبیه که توی مسابقه واقعی استفاده می‌کنیم. اگه ضربه‌ای که می‌زنین به توپ بخوره، باز خودش رو از اینجا احساس می‌کنین. اما اگه مثل من نتونین به توپ ضربه بزنین، چیزی حس نمی‌کنین. دوباره زدمش. اون لرزشی که بعد از ضربه به توپ در چوب ایجاد میشه رو حس نکردم. راستش حتی نفهمیدم بهش ضربه زدم. یه سری حسگر توی اتاق هست که حرکت چوب کریکت و سربند بازیکنو با دقت میلیمتری ردیابی میکنن. این میزان دقت خیلی مهمه، چون اگه اون کاری که دستم انجام میده با اون چیزی که چشمم میبینه همزمان نباشه، میتونه روی تجربه کاربر از این فضای سه‌بعدی تاثیر بذاره. شرکت سنتوریون وی آر سازنده این چوب میگه چوب کریکت با اندازه‌های درست تجربتون رو از بازی طبیعی تر میکنه، چون همه چیز توی این شبیه سازی از قد بازیکن گرفته تا میزان پرتاب توپ دقیق و محاسبه شده است. این اولین باری که دارم کریکت بازی میکنم و امیدوارم علاقمندان به این بازی منو ببخشن. حالا میخوام برم سراغ بازی که درباره‌اش یه چیزایی میدونستم، بیسبال. اسم این برنامه استرایکه، یه بازی هوشمند بیسبال که شبیه بیسبال معمولیه اما یه عالمه فناوری توش به کار رفته تا عملکرد بازیکنان رو تجزیه تحلیل کنه. به محض اینکه این جمله رو تموم کنم، داده ها از این توپ به یه آیپد منتقل میشه و یه مربی بررسیشون میکنه. ما میخواستیم سرعت توپ رو با یه سرعت سنج دستی اندازه‌گیری کنیم، اما سرعت پرتاب من زیاد نبود. بنابراین به خودم استراحت دادم و یکی از مربی ها این کار رو ادامه داد. ما سرعت توپ بیسبال رو با دستگاه سرعت سنج اندازه‌گیری کردیم. این دستگاه شبیه سرعت سنج های دستی 2000 دلاریه. اندازه‌گیری سرعت توپ با این دستگاه خیلی دقیق بود. من فکر می‌کنم سرعتی که دستگاه نشون داد همون سرعت واقعی توپ بود. این مهمترین بخش کار بود. توپ از طریق بلوتوث با یک اپ در ارتباطه. خیلی ساده، اینجوری. اما چند دفعه ارتباطش قطع شد. این یعنی اینکه پرتابای من ضبط نشدن. ما تونستیم اطلاعات مربوط به مسیر توپ و سرعت و چرخش توپ رو ردیابی کنیم. اما استرایک قراره یه ماه دیگه به روز رسانی بشه و اطلاعات بیشتری بهمون بده. چیزایی مثل حرکت آهسته ضبط ویدیویی توپ و گزارش‌های آموزشی. گوشی‌های زیادی توی نمایشگاه CES به نمایش گذاشته شدند، اما اونطور که گزارشگر کلیک کریس فاکس میگه، یکی از بزرگترین گوشی‌ها سامسونگ گالکسی S21 اولترا بوده. این گوشی گالکسی S21 اولترا، شرکت سامسونگ که پارسال فروشش افت کرد، زودتر از موعد از گوشی جدید رو نمایی کرد. درسته که پارسال از هر لحاظ سال عجیب غریبی بود، اما حتی توی همین سال هم بعضی رقیبان سامسونگ تونستن فروش گوشی‌های هوشمندشون رو بیشتر کنن. تمرکز اصلی بازطراحی گوشی سامسونگ بیشتر روی دوربینش بوده و چند ترفند جدید هم اضافه شده. توی دوربین گوشی یه سامانه جدید داریم که بهتون امکان میده همزمان تصاویر همه لنزها رو ببینید. اینطوری میتونید روی نمایشگر انتخاب کنید که میخواد با کدوم لنز فیلم بگیرید. این گوشی میتونه فیلم‌های با وضوح فوق‌العاده بالای 8K بگیره و امکان میده تا تصاویر ویدیویی رو ثابت کنیم و از توش عکس انتخاب کنیم. گزینه اسپیس زوم هم با گوشی جدید سامسونگ برگشته و میتونید تصاویر رو 100 برابر بزرگ کنید. هرچند توی درشنمایی بالا کیفیت تصویر میاد پایین و نقطه نقطه میشه. با این گوشی چند تا عکس در پارک گرفتیم. این یه نمای باز از دریاچه با چند تا غازه. وقتی 100 درجه درشنمایی کردم شد این عکس. این یه عکس دیگه است. یه نفر با سگش و این هم 100 برابر زوم. اینقدر نزدیکه که جزئیات همه چی رو ببینین، اما به درد این که بذارین روی نمایشگر نمیخوره. با لنز تلفوتو عکس‌های خوبی گرفتم، البته با 10 برابر درشنمایی اپتیکال. این کیفیت تصویر به کیفیت تصویر گرونترین مدل آیفون نزدیکه. یه چیزایی از گوشی‌های گلکسی توی این گوشی جدید نیست. این گوشی دیگه جای کارت مایکرو SD نداره و دیگه توی جعبه‌اش شارژر نمی‌بینید. این همون کاریه که اپل کرد. هر دو شرکت میگن هدفشون از حذف شارژر کم کردن زباله‌های الکترونیکی بوده و با کوچک شدن جعبه گوشی به کامیون‌های کمتری برای حمل نقلشون نیاز داریم. اما خبر مهم اینه که با گوشی S21 اولترا میتونید از قلم سامسونگ S Pen استفاده کنید. با این قلم میشه ارتباط بهتری با گوشی داشت. میتونید روی نمایشگر چیزی بکشید یا بنویسید. سازندگانش میگن با این قلم میتونید ویدیو هم تدوین کنین، چون کارتون رو خیلی دقیق میکنه.
معمولا اسپن فقط توی محدوده یادداشت‌های گوشی‌های گلکسی کار می‌کنه و گوشی S21 اولترا از این نظر فرق داره. چند تفاوت دیگه هم داره. گوشی جدید جایی برای نگهداری قلم نداره. توی گوشی گلکسی نوت شما میتونستید با حرکت قلم در هوا و بدون لمس گوشی کنترلش کنید. گوشی جدید این امکان رو نداره. چون قلم گوشی جدید مثل قلم گلکسی نوت باتری نمیخوره. قلم جدید رو جداگونه و حدود 48 دلار میفروشن. اما گوشی جدید سامسونگ یه جورایی گوشی‌های گلکسی نوت و گلکسی اس رو به هم نزدیک‌تر کرده. آیا این یعنی پایان گلکسی نوت؟ این سوال رو از مارک نوتون از شرکت سامسونگ پرسیدیم. ما هنوز راجع به این موضوع تصمیمی نگرفتیم. قطعا شاهد پیشرفت فناوری بودیم و مطمئنا مرز بین این دو خیلی کم رنگ شده. ولی در تولید S21 اولترا ما فکر کردیم از فناوری فوق‌العاده‌ای که توی سری نوت داریم استفاده کنیم و در سری S به کار بگیریم. پارسال سال سختی برای سامسونگ بود. گلکسی S20 اونطور که انتظار می‌رفت فروش نکرد. فکر می‌کنی سامسونگ به چه تغییراتی نیاز داره؟ پارسال به دلایل زیادی سال عجیبی بود و یه سال عادی نبود. به نظرم ما به عنوان یه شرکت باید ببینیم مصرف کننده ها چی میگن و همچنان ارزش افزوده فوق‌العاده بهشون بدیم و روی فناوری های شگفت‌انگیز سرمایه گذاری کنیم تا از رقبا جلوتر بمونیم. رقبایی که به وضوح خیلی موفقن و ما هم از این وضع استقبال میکنیم. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونه bbcpersian.com/click. اونجا میتونید اخبار بیشتری در حوزه فناوری و علم پیدا کنید. همینطور برنامه رو میتونید از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشا کنید. برنامه قبلی هم اونجا هستند. با ما در تماس باشید از رای توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.